ویدیو قبلی راجع به این کتابایی که دانشگاه آکسفورد در مورد تاریخ آمریکا نوشته و گفتم یه سری به نظر میاد یکی از سری کتابای خوب راجع به آمریکا و یه اشاره کردم به این Penguin History of the United States که یکی از این پنج کتاب نوشته شده و گفتم که ویراستارش این آقای اریک فونره و بعد بهتون گفتم که میتونید چجوری از سیسپن استفاده بکنید، یوتیوب، جاهای دیگه، که برید تمام این سخنرانی اینا رو یا حرفایی رو که راجع به کتابشون زدن گوش بدید. مثلا این آقای اریک فونر خیلی کاراش قشنگه. الان سیسپن مثلا میگه ما 42 تا ویدیو داریم ازش، میتونید قشنگ ببینید چی میگه راجع به تاریخ آمریکا. و یه اشاره دیگه که کردم راجع به انقلاب آمریکا که گفتم این آقای گوردن وود یکی از مورخ‌های شناخته شده انقلاب آمریکاست، ایشون رو ببینید. مثلا من اینجا ویدیوهاشو توی سیسپن کشیدم روی صفحه، این یکیشه. اینو بهتون خیلی سفارش میکنم که این ویدیو رو ببینید. تیترشم از که تقریبا Revolutionary Origins of the Civil War، یعنی جنگ داخلی آمریکا از کجا قشنگ میبینید که خودشون نشون داد تو زمان انقلابی. خب این سخنرانیشو گوش بدید و ببینید که راجبه مثلا طرز زندگی جنوبی های آمریکا با شمالی ها چقدر فرق داشت. یا از آقای جفرسون نقل قول میکنه، میگه که جفرسون که جنوبی بود، خب راجب شمالی ها چی نوشته بود، یا شمالی ها راجب جنوبی ها چی نوشتن. این صحبت ها رو دارم میکنم به دلیل اینکه همین 60 سال پیش توی آمریکا یه سفید پوست و یه سیاه پوست از یه چشمه، از یه فواره آب نمیخوردن. یعنی ببینید حتی این کار رو کرده بودن که توی سیاه پوست نمیتونی با من سفید پوست از یه فواره آب بخوری. الان ببین چقدر تغییر کرده. حساب اینا رو دارم میگم برای کسایی که منفی بینن و منفی بافن و میگن بابا کی ما میتونیم بیایم این دنیا رو متحد بکنیم و فلان و بهمان. خب آدم نمیتونه توی گذشته زیاد زندگی بکنه، باید از فکر آینده باشه، ببینه چقدر عوض شده. همین آقای گوردن بود که این سخنرانی رو کرده، توی ویرجینیا سخنرانی کرده. همین سخنرانی رو 50 سال پیش نمیذاشتن این صحبت بکنه اونجا، حرفایی رو که اینجا میزنه بگه. خودش شمالیه، مال شمال آمریکاست. یه ذره که وارد شدید به لهجه های آمریکایی متوجه میشید، برای کسایی که مخصوصا بیرون آمریکا هستن. یه همچین سخنرانی رو اینا اجازه نمیدادن، گفتن شما دارید به جنوبی ها بی احترامی میکنید. همین 50 سال پیش. خیلی خوبه که اون ویدیوهای Eyes on the Prize رو ببینید. حالا که صحبت به اینجا کشیده شد، میرم روی همین سیسپن آقای تیلر برانچ رو میکشم بالا. این تیلر برانچ یکی از مورخین خیلی موفق و کارش هم خیلی درست حسابیه از سیویل رایتس موومنت. یک کتاب 3 جلدی نوشته، کتاب خیلی جالبیه، America in the King Years، آمریکا در دوره زمان مارتین لوتر کینگ، 3 جلده. این تمام اونایی رو که فعال بودن تو این برنامه Civil Rights معرفی میکنه. بشینید تمام
سخنرانی های اینو راجع به کتابش ببینید، از اون قدیمی ها شروع بکنید، چون قدیمی هاست که راجع به کتابش صحبت میکنه، و ببینید چی میگه راجع به جنوب آمریکا. خودش هم جنوبی ها، ببینید چی میگه راجع به جنوب آمریکا. بعد خیلی جالبه، خیلی جالبه، اینا رو میتونید استفاده بکنید و ببینید که خود آمریکا چقدر تغییر کرده. این مثلا راجبه کتاب دومشه، نه این کتاب سومشه که نوشته، و میتونید قشنگ سخنرانیشو گوش بدید و مصاحبهاشو گوش بدید. روی یوتیوب خیلی ویدیو داره. حالا من دو مرتبه دارم میگم تکیه بکنید به اینی که چقدر خود آمریکا توش فرق بود و متحد شدن و الان به اینجا رسیدن. نذارید دل سردتون بکنن که بگن ما مردم دنیا نمیتونیم متحد بشیم. ببینید این پروتستانت ها چقدر از کاتولیکا بدشون میومد برای چند قرن تو همین آمریکا. خب حالا یه مورخ خیلی شناخته شده آمریکا همین آقای جیمز مکفرسونه که بهتون گفتم. تمام ویدیوهاشو ببینید، ولی کاراش جالبه. البته الان من مثلا نمیتونم کسای دیگر رو بگم، مثلا یه کسی دیگری هست به نام آقای هارولد هولزر، ویدیوهای ایشونو ببینید راجع به جنگ داخلی آمریکا. بعد یه کسی دیگه ای که هستش آقای گری گالاگر، آقای گرگر هم خیلی ویدیو داره. من یه جایی رو اشتباه کردم، فقط نه اینا بذارید. اول ایشون این ویدیو صفحه ویدیو کامپیوتر ما یه ذره رنگش بده. خب ویدیوهای ایشون رو ببینید. بعد آقای دیوید بلایت هست، خیلی خیلی مورخ هستن که من الان همه رو نمیتونم بگم بهتون دیگه، ولی اینا رو همین بشینید ببینید، خیلی تاریخ آمریکا رو خیلی یاد میگیرید و خیلی جالبه. حالا من میگم کسای دیگه به نظرم خواهند رسید و اسمشون رو بهتون میگم. راجع به قانون اساسی آمریکا هم که همین دانشگاه اوکلاهاما که من یه زمانی میرفتم، میتونید برید توی اون صفحه، اجازه بدید، میتونید برید این صفحه اینجا و کلی از تمام سخنرانی هایی که اینجا شده استفاده بکنید. این خانم اومده بود دو هفته پیش صحبت بکنه و من رفتم و صحبت ایشونو گوش دادم. خیلی ویدیوهای مختلف هستش که به دردتون بخوره. بعد اینجا میتونید برید و کلی ویدیو هست که حسابی به دردتون بخوره. بس فعلا با اجازه.